به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما بینندگان گرامی، در اولین هفته‌نامه سال 1400 از موضوعات داخلی ابتدا به رویدادهای امنیتی نوروز نگاهی می‌اندازیم، پس از آن طرح انتخابات زود هنگام اشرف غنی در نشست استانبول را بررسی می‌کنیم و در نهایت لشکرکشی دولت به بهسود برای سرکوب پایگاه مقاومت و خروج یا حضور نیروهای آمریکایی از افغانستان را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. در بخش خارجی اما طرح صلح آل سعود با انصار الله یمن را در آستانه ششمین سال تجاوز به این کشور کوچک و فقیر عربی بررسی خواهیم کرد. در آغاز افغانستان در هفته ای که گذشت. طبق معمول نوروز 1400 نیز در افغانستان با کشتار و خشونت آغاز شد. برخورد تانک حامل سربازان پلیس سرحدی با ماین کنار جاده در ولایت هرات با قربانی شدن 6 سرباز انجامید. 4 انفجار پیوسته در جلال آباد نیز جان 1 نفر را گرفت و در حمله طالبان به ولسوالی دشت قلعه تخار هم جان 2 غیر نظامی از دست رفت. این در حالی است که بر پایه آمار وزارت امور داخله در سال 1399 6000 غیر نظامی قربانی حملات طالبان شدند. نوروز 1400 با کشته شدن 6 نیروی پلیس سرحدی افغانستان در ولایت هرات در غرب کشور آغاز شد. تانک حامل این نیروها با ماین کنار جاده برخورد کرد و در اثر آن 6 سرباز پلیس سرحدی جان باختند. سید عبدالوحید قطالی والی هرات میگوید که تانک حاوی نیروی کندک 5 سرحدی در منطقه 40 دختر ولسوالی رباتسنگی هرات با ماین کنار جاده برخورد کرده است. زیاخان فرمانده کندک 5 سرحدی نیز شامل افراد کشته شده در این رویداد است. مسئولیت رسمی این حادثه را کسی بر عهده نگرفت، اما دولت افغانستان طالبان را مقصر این رویداد می‌خواند. در شهر جلال آباد هم 4 انفجار پی هم در نخستین روز سال نو 1 نفر کشته و 2 نفر زخمی بر جای گذاشت. به گفته فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار، انفجار نخست در مربوطات ناحیه اول شهر جلال آباد رخ داد و گفته او این ماین در زباله‌دانی جاسازی شده بود که در نتیجه انفجار آن 1 غیر نظامی زخمی شد. آقای فرید خان همچنین گفت که انفجار دومی در مربوطات ناحیه 4 شهر جلال آباد رخ داد که ناشی از ماین کنار جاده ای بود است. او افزود که در این رویداد 1 کارمند شهرداری کشته و 1 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس ننگرهار همچنین افزود که در 2 انفجار دیگر که در بخش‌های مختلف شهر جلال آباد رخ داد و کسی آسیب نرسید، فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در آن سو در شمال کشور نیز طالبان از 3 جهت بر مرکز ولسوالی دشت قلعه این ولایت حمله کردند که در نتیجه 2 غیر نظامی جان باختند و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. به گفته خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار، ساعت 8 صبح یکشنبه اول حمل طالبان از 3 محور بر مرکز ولسوالی دشت قلعه حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند و طالبان با دادن 2 کشته و 4 زخمی عقب نشینی کردند و افزود که در نتیجه برخورد مرمیهای طالبان به بازار ولسوالی دشت قلعه 2 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یسیر قربانیان این رویداد غیر نظامی بودند. این در حالی است که وزارت امور داخله در هفته گذشته اعلام کرد که در سال گذشته خورشیدی حدود 2000 غیر نظامی از سوی طالبان کشته و 4174 غیر نظامی دیگر نیز در این مدت زخمی شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخله در توییترش نوشت که طالبان در سال 1399 خورشیدی 92 مورد حمله انتحاری انجام داده است. او نوشته که در این مدت 2174 مورد انفجار ماین و بیش از 500 مورد ترورهای هدفمند نیز توسط این گروه انجام شده است. سخنگوی وزارت امور داخله گفته که در حملات سال گذشته طالبان نزدیک به 2000 غیر نظامی کشته و 4174 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
منبعی از ارگ ریاست جمهوری تایید کرده که اشرف غنی در نشست صلح ترکیه پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام طی 6 ماه آینده را ارائه خواهد کرد. این در حالی است که طالبان طرح برگزاری انتخابات زودهنگام را حقه اشرف غنی برای تمدید حکومت خود می دانند. این منبع افزوده که ریاست جمهوری افغانستان روی بسته پیشنهادی دولت برای نشست ترکیه که در ماه آینده برگزار می شود کار می کند که برگزاری انتخابات زودهنگام بخشی از آن است. در همین حال خبرگزاری رویترز نیز و نقل از 2 مقام ارشد نوشته است که این برنامه آقای غنی در برابر پیشنهاد آمریکا به خاطر حل بحران سیاسی افغانستان و به عنوان بخشی از برنامه صلح با طالبان در نظر گرفته شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است نتایج انتخابات هایی که طی 20 سال گذشته راه اندازی شد را دیده ایم. ما هیچگاه راه هایی را پیش نمی گیریم که از طریق رشوه و پروپاگند و خاطر فریب مردم به پیش رفته باشد و نتیجه آن هم ناکام بوده باشد. سخنگوی طالبان افزوده که روی ساختار نظام آینده در چارچوب قوانین اسلامی باید در نشست بین افغان ها که در قطر جریان دارد توافق نهایی صورت گیرد. در نگاه نخست به نظر می رسد که اشرف غنی طرح بدیل خود در برابر نقشه آمریکا را هوشمندانه پیریزی کرده است. او درست روی همان نقطه انگشت گذاشته که سالها برای اروپا و آمریکا اولویت اول بوده است. انتخابات بزرگترین نماد دموکراسی و مهمترین رکن آن محسوب می شود. از سوی دیگر او با ارائه این طرح می خواهد در برابر آمریکا با استفاده از همان حربه مقابله کند که خود آمریکایی ها از آن علیه دولت های مستبد و غیر دموکراتیک استفاده می کردند و به این بهانه سلطه و هژمونی خود را گسترش می دادند. از سوی دیگر او این را نیز می داند که طالبان انتخابات را به رسمیت نمی شناسند و همان گونه که در واکنش ذبیح الله مجاهد هم آمده است آن را روندی مبتنی بر پروپاگاندا و رشوه و فریب می دانند. طالبان همچنین بر تشکیل نظام اسلامی تاکید می کنند که احتمالاً در آن انتخابات جایگاهی نخواهد داشت و نام دیگر آن امارت اسلامی افغانستان است. بنابراین آقای غنی به زعم خود طرحی را پیشنهاد می کند که از یک سو آمریکا و ادعاهای حمایت از دموکراسی و انتخابات آن را به چالش می کشد و از جانب دیگر طالبان را وادار به امتناع از آن می کند تا در نهایت با شکست قابل پیشبینی این پیشنهاد اشرف غنی ادعا کند که ما آماده قربانی دادن برای صلح بودیم اما طالبان با رد طرح انتخابات زودهنگام و احتراز از استقرار آتش‌بس نشان دادند که اراده‌ای برای ایجاد صلح ندارند. با این همه واقعیت این است که اولویت آمریکا در افغانستان از سالها پیش دیگر دموکراسی و انتخابات نیست. مخالفت مستقیم آمریکا با برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری که موجب تأخیر در برگزاری آن شد و در نهایت غنی مجبور شد بخش اعظم بودجه آن را از حساب دولت تامین کند نشان داد که انتخابات دیگر برای آمریکا مهم نیست بلکه صلح با طالبان و پایان جنگ 20 ساله ترجیح دارد. نکته دیگر نوع نظام سیاسی است که ظرفیت جذب و هضم طالبان را هم داشته باشد. چنین نظامی در حال حاضر وجود ندارد. نظام ریاستی کنونی با قدرت حداکثری رئیس جمهوری که در نهایت به اقتدارگرایی و تحکم فراقانونی یک فرد منجر شده، پتانسیل لازم برای پذیرش یک گروه مدعی پیروزی دارای ایدئولوژی و عمیقا مخالف نظام مستقر را ندارد. بنابراین ظرف این نظام برای مظروف صلح کوچک است و نمیتوان با ارائه طرحهایی مانند انتخابات زودهنگام طی 6 ماه ساختار سیاسی کنونی را حفظ کرد. یکی دیگر از مسائل سوء سابقه اشرف غنی در برگزاری انتخابات است. انتخاباتی که به اندازه‌ای بدنام و رسوا شده که حتی جدی‌ترین حامیانش نیز دیگر به آن باور ندارند. بنابراین طالبان هم برای رد روندی که از بنیاد به آن بی‌باورند استدلال می‌کنند که تجربه انتخابات در 20 سال گذشته شکست خورده و این گروه به یک روند شکست خورده و بدنام نمی‌پیوندد. هفته گذشته نیروهای دولتی با حمله مستقیم و همه‌جانبه بر ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به منظور سرکوب نیروهای مقاومت مردمی بر رهبری عبدالغنی علیپور پایگاه اصلی این نیرو را بدون مقاومت جدی از سوی آنان اشغال کردند و با نمایش پرچم آن گروه به سبک پیروزی‌هایی که در برابر داعش، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به دست می‌آورند
عکس یادگاری گرفتند. پیشتر نیز حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی بر کناری مسعود اندرابی وزیر داخله پیشین را با رویداد بهسود مرتبط دانست و با اشاره به ساقط کردن چرخبال ارتش توسط افراد علیپور در بهسود گفت فرق طالب و علیپور چیست؟ اما حقیقت این است که فرق بین علیپور و طالب از زمین تا آسمان است. آقای محب با اشاره به حادثه ساقط کردن هلیکوپتر ارتش توسط افراد عبدالغنی علیپور در بهسود گفت که فرق طالب و علیپور چیست؟ پاسخ این است که میان طالب و علیپور تفاوت از زمین تا آسمان است. طالب نزدیک به 30 سال است که ابتکاری ترین مدل های کشتار و انتحار و انفجار را مرتکب می شود. اما زندانیان آن به صورت هزاران نفری آزاد می شوند و میلیون ها دلار برای صلح با آنان هزینه می شود. طالب تاکنون چندین هلیکوپتر ارتش را ساقط کرده، هزاران نیروی ارتش و پلیس را کشته، ده ها هزار غیر نظامی را به کام مرگ فرستاده. اما هیچ مقام دولتی نه تنها برای سرکوب و انتقام و مجازات سخت از آنان وارد عمل نمی شود، بلکه حتی به قربانیان بیشمار جنایت های طالبان نیز اعتنایی نمی شود و اشرف غنی تاکنون حتی یک بار به سربازان کشته شده در نتیجه ساقط شدن هلیکوپترهای ارتش به وسیله طالبان زنگ نزده و غم شریکی نکرده. اما درباره بهسود و علیپور این کار را کرد تا نشان دهد که اشرف غنی علیه عبدالغنی است. عبدالغنی علیپور تروریست نیست. این نخستین نکته ای است که باید مورد تاکید و توجه قرار بگیرد و هر کسی که ادعا می کند علیپور تروریست است باید شواهد و دلایل محکم و متقن ارائه کند. هیچ مدرکی وجود ندارد که علیپور از نظام خارج شده و علیه آن موضع گرفته باشد یا نیروهای مسلح تحت امرش را به منظور براندازی نظام و ساقط کردن دولت به کار گرفته باشد. علیپور با گروه‌های تروریستی نامدار و شناخته شده منطقه‌ای و بین‌المللی هم ارتباطی ندارد و در یک منطقه تحت محاصره و زیر کنترل مستقیم دولت زندگی می‌کند و هدفش کمک به نیروهای امنیتی در مبارزه با طالبان، تأمین امنیت مردم، مسئولیت شاهراها و مقابله با هراس افکنی طالبانی است. او بن لادن و ملا عمر و ملا دادالله و سایر ملاها و مولوی هایی که علیه نظام فتوا صادر کرده در برابر نیروهای امنیتی جنگیده و ریختن خون آنان را مباح می‌دانند نیست تا شکار شود. علیپور یک فرمانده ساده است که نه نماد مقاومت مردم هزاره علیه تروریسم محسوب می‌شود و نه چنین ادعایی دارد. او تنها می‌خواهد از مردمش در شرایطی که دولت بنا به هر دلیلی قادر یا مصمم به تأمین امنیتشان نیست دفاع کند و اجازه ندهد که دست و پا بسته قربانی مانورهای خونین طالبان شوند و آدم ربایی و کشتار بی دلیلشان و عنوان بخشی از واقعیت‌های امنیتی افغانستان عادی سازی شود و هیچ واکنشی را بر ننگیزد. او و مردمی که از او حمایت می‌کنند حتما این حق را دارند که پس از 20 سال حمایت از این نظام از سلاح و لباس نظامی و موتر زرهی و سایر تجهیزات آنها برای همان هدفی استفاده کنند که نیروی امنیتی رسمی و هزاران ملیشه خیزش مردمی دیگر در سراسر کشور استفاده می‌کنند. بنابراین آنچه علیه علیپور به راه افتاده یک کارزار فاشیستی است که زیر نام مبارزه با تروریسم توجیه می‌شود. این در حالی است که تروریست های واقعی در مهمانخانه های دولتی تکریم و سپس با عزت و احترام آزاد می شوند. تروریست های واقعی از تریبون های مساجد و رادیوها و تلویزیون ها کار با نظام را گناه کبیره می دانند و خون نیروهای امنیتی و دلیل حمایت از نظام را هدر اعلام می کنند. تروریست های واقعی در یک روز 2 هلیکوپتر ارتش را ساقط می کنند و هر روز ده ها نیروی امنیتی را می کشند و تنها در یک دوره کوتاه جان ده ها هزار نیروی امنیتی و فرد ملکی را می گیرند. اما همه امکانات دولت بسیج می شود تا با آنان صلح شود و نیروهای امنیتی از جنگیدن با آنان بر حذر داشته می شوند. مردم می‌پرسند در طول سال‌های گذشته وقتی هزاران نیروی امنیتی کشته شدند چند وزیر داخله یا دفاع به دلیل ناتوانی و یا به تعبیر حمدالله محب تغییرات در رهبری برکنار شدند. کابل سال‌های سال صحنه فاجعه بارترین بمب‌گذاری‌ها بود، اما حتی یک مقام دونپایه امنیتی هم برکنار یا مجبور به استعفا نشد، مقام‌هایی که باید محاکمه و مجازات می‌شدند.
با امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان، بحث خروج نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان همواره در محور نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت سیاسی آینده افغانستان قرار داشته است. این نگرانی مخصوصاً از سوی رسانه‌های خارجی پیوسته دامن زده می‌شود، چنان که اخیراً شبکه فرانس 24 نیز تأکید کرد خروج بدون برنامه‌ریزی نیروهای آمریکایی از افغانستان عواقب ناگواری دارد و به معنای شکست آمریکاست. حقیقت هم همین است که نیروهای آمریکایی چه از افغانستان خارج شوند و چه نشوند، در مأموریت 20 ساله خود به نام جنگ با تروریسم شکست خوردند. شبکه فرانس 24 خروج بدون برنامه‌ریزی نیروهای آمریکایی از افغانستان را به معنای شکست آمریکا و در نهایت زمینه‌ساز به قدرت رسیدن طالبان ارزیابی کرده است. این شبکه در گزارشی به سفر غیرمنتظره لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به افغانستان به اهداف و انگیزه های این سفر پرداخت و اعلام کرد با نگاه اول به این سفر موضوع خروج نیروهای آمریکایی از این کشور مطرح می‌شود. آمریکا می تواند تا ماه می تنها 2500 نظامی در خاک افغانستان داشته باشد، اما اکنون اوضاع فرق کرده است، چون دولت جدیدی در آمریکا روی کار آمده و بایدن اعلام کرده که این تعهد در شرایط کنونی افغانستان قابل انجام نیست. به باور نویسنده فرانس 24، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اگر بر اساس توافق با طالبان باشد، بیشک به معنای شکست آمریکا تلقی خواهد شد و از همه بدتر زمینه‌ساز و قدرت رسیدن طالبان و گروه‌های شبه نظامی خواهد بود که با گروه تروریستی داعش بیعت کردند. این ارزیابی تا حدودی درست است، اما با این تفاوت عمده که نیروهای آمریکایی چه از افغانستان خارج شوند و چه در آن بمانند، در مأموریت 20 ساله خود که به نام جنگ با تروریسم آغاز شد اما در نهایت به صلح با تروریسم انجامید شکست خوردند و این شکست چیزی نیست که قابل انکار باشد. آمریکا که زمانی با بیش از 100,000 نیروی نظامی به افغانستان لشکرکشی کرده بود و رژیم طالبان را ظرف چند روز به طور کلی ساقط کرد، اکنون در باتلاق جنگی گرفتار شده که به اعتراف صریح و مکرر مقام‌های مختلف آمریکایی هیچ راه حل نظامی ندارد و تنها باید از مسیر سیاسی حل و فصل شود. این به معنای آن است که جنگی که ایالات متحده جرقه آن را زد، آنگونه که پیش بینی شده بود پیش نرفت و به اهداف اصلی خود از جمله انهدام کامل شبکه القاعده و براندازی بازگشت ناپذیر رژیم امارت طالبان منتهی نشد. برای این منظور لازم نیست حتماً با آمار و ارقام تلفات و خسارات و هزینه‌های هنگفت مالی آمریکا و متحدانش در جنگ 20 ساله افغانستان مراجعه کنیم. اینکه پس از 20 سال آمریکا تنها از طالبان انتظار دارد که ارتباط خود را با القاعده قطع کند و طالبان نیز بدون اعتنا به این خواست در صدد تحقق تعهد خروج کامل قوای آمریکایی از کشور هستند تا بار دیگر رژیم امارت را برپا کنند، به تنهایی کافی است تا نتیجه بگیریم که شکست محقق شده است. آمریکا در شرایطی که با بیش از 100,000 نیروی نظامی نتوانست پیروزیش را قطعی و پایدار بسازد، بدون شک با 2500 نیرو هرگز به این مهم دست نخواهد یافت. نکته قابل تأمل این است که طالبان نیز همین گونه محاسبه میکنند. سخنگوی طالبان باری درباره تردیدها در زمینه احتمال عدم خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان ماه می گفت که جنگجویان آن گروه همانطور که توانستند در برابر 120,000 نیروی خارجی بجنگند، بدون شک از عهده جنگیدن با چند هزار باقی مانده آنان نیز برخواهند آمد. از سوی دیگر طالبان همین اکنون خود را روی ریل پیروزی تصور می‌کنند و بی‌صبرانه منتظرند که با خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان جشن پیروزی جهاد، پایان اشغال و برپایی رژیم امارت را برگزار کنند. به این ترتیب خروج از افغانستان اکنون تبدیل به معمای بزرگ برای واشنگتن شده است، زیرا در صورت خروج بر بنیاد تعهد داده شده در توافقنامه دوحه، شرایط به سمت بروز بحران‌های تازه خواهد رفت و چه بسا خطر شروع یک جنگ داخلی خونین و طولانی وجود خواهد داشت. از سوی دیگر عدم خروج هم میتواند خشونت‌های بیشتر طالبان را در پی داشته باشد تا هزینه‌های ماندن را برای نیروهای آمریکایی و خارجی به اندازه‌ای بالا ببرند که واشنگتن راهی جز بازگشت به تعهدات خود در توافق دوحه نداشته باشد. در این میان تمام تقلای آمریکایی‌ها این است که پیش از فرار رسیدن موعد اول می توافق سیاسی را با مشارکت همه افغان‌ها به ویژه طالبان سازمان دهند که بر بنیاد آن بخشی از هزینه‌های سنگین شکست آمریکا در افغانستان جبران شود و دست کم خروج نیروهای آمریکایی به معنای پیروزی بلا منازعه طالبان و غلبه تروریسم تعبیر نشود.
احتمالاً آمریکا برای این منظور و دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای حفظ سیطره محدود، کم هزینه و از نظر راهبردی پر اهمیت خود بر افغانستان به منظور کنترل طالبان و تروریسم، نظارت بر اجرای یک توافق سیاسی و دسترسی به اهداف استراتژیک بلند مدت خود از طریق افغانستان در منطقه است. صرف نظر از نتیجه این تلاش‌ها، واقعیتی که اکنون وجود دارد و قابل انکار نیست، این است که برای واشنگتن حفظ دولت کنونی کابل دیگر اولویت نیست و احتمالاً یکی از قربانیان بزرگ نظام آینده سیستم سیاسی مستقر خواهد بود. در آستانه 6 سالگی تجاوز ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به یمن، روز دوشنبه 2 حمل وزیر خارجه سعودی از طرحی ابتکاری برای پایان دادن به جنگ یمن خبر داد و آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آل سعود از آن ستایش کردند. این طرح صلح در حالی از سوی ریاض پیشنهاد می شود که ائتلاف عربی به سرکردگی آل سعود هر روز بیشتر از قبل طعم تلخ شکست در یمن را تجربه می کند. انصار الله یمن اما که در آستانه فتح شهر راهبردی معرب قرار دارد، با این طرح مخالفت کرده است. انصار الله یمن تاکید کرده که این طرح سعودی حاوی هیچ نکته تازه‌ای نیست و فقط سعودی را در قالب کشوری معرفی می‌کند که اولا خواهان صلح در یمن است، ثانیا دست برتر را در جنگ با یمنی‌ها دارد و بالاخره از سر خیرخواهی و نه استیصال این پیشنهاد کریمانه را داده است. واقعیت میدان نبرد در یمن هم چیز دیگری است. انصار الله در معرب گلوی سعودی را به شدت می‌فشارد و با رفع اشغال معرب شمال یمن را از وجود سعودی ها و نیروهای هادی پاکسازی کامل خواهد کرد. ثانیاً جنوب یمن هیچ علاقه‌ای به حضور دولت هادی نشان نمی‌دهد، چنان که هفته پیش در اثر حمله مردم عدن به قصر معاشیق نخست وزیر و وزرای دولت هادی مجبور به فرار از قصر شدند. سعودی این روزها در یمن تنهای تنها شده و حتی بن زاید آخرین بازمانده در ائتلاف متلاشی شده در یمن حضوری رسمی و اعلامی در کنار بن سلمان در یمن ندارد و بالاخره استدلال اولیه سعودی در حمایت از دولت هادی مدت هاست هیچ خریداری در هیچ کجای دنیا ندارد. از سوی دیگر سعودی در حالی که چاره ای جز پذیرش شکست در جنگ 6 ساله یمن ندارد، مدت هاست میکوشد تا به شکلی آبرومندانه و با حفظ حداقل‌هایی از دستاورد صحنه جنگ را ترک کند. در همین حال سعودی اصرار دارد از تشکیل دولتی با نگاهی معطوف و اسلام سیاسی در کنار مرزهای جنوبیش ممانعت به عمل آورد. پیشنهاد تخفیف فشارها بر فرودگاه صنعا و بندر الهدیده در ابتکار جدید سعودی و دنبال نشاندن انصار الله پشت میز مذاکرات است و در واقع هدفی جز اعطای فرصتی برای تجدید قوای سعودی ندارد. اما انصار الله اساساً سعودی را دشمنی خارجی می‌داند که تنها وظیفه و تکلیفش ترک یمن، پایان اشغال و واگذاری مسئله یمن به یمنی هاست. سعودی یا این تکلیف را انجام خواهد داد یا مجبور به انجام آن خواهد شد. چند روز دیگر جنگ سعودی یمنی وارد 7 سالگی خود می شود. جنگی که بنا بود و زعم بن سلمان 3 هفته‌ای و با برتری سعودی پایان یابد. این در حالی است که جنگ یمن در 6 سال گذشته به کشته شدن بیش از 17,000 نفر منجر شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، وزارت صحت یمن آمار کشته های یمن در حملات مستقیم ائتلاف سعودی در 6 سال جنگ را بیش از 17,000 نفر اعلام کرد. این وزارت خانه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خبر داد آمار کشته شده های حملات مستقیم ائتلاف سعودی به یمن 17,097 نفر است که 3,821 نفر آنان کودک و 892 نفرشان زن هستند. ضمن اینکه آمار زخمی های این حملات به بیش از 27,000 نفر رسید. در این بیانیه آمده است ائتلاف سعودی در این سالها 523 مرکز طبی را به صورت کامل یا تقریبا کامل ویران کردند. 100 موتر امداد را مورد هدف قرار دادند و نتیجه 6 سال حمله و محاصره این بود که نیمی از مراکز معالجه و طبی کشور از کاربری تداوی خارج شدند.
از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.